خوش اومدید به جنگ‌ترین کانال رپ فارسی برونات. برگشتیم با ترکی جدید یا ریمیکسی جدید از آهنگ به یاد عرفان که این دفعه ریمیکس شده با جیدال و ایمانمون. اوشت آقا دهه 60 بود مال عرفان، حالا جیدال ایمانمون دهه 70 80 بکنم. من خودم در این خیلی مثلا دوست داشتم که دوست داشتم بشنومش، مخصوصا چون دهه خودم توشه 70 ولی دوست دارم در مورد دهه 80 بدونم. ایمانمون قصه ایمانمون اصلا اسکیپ کنیم تو ویدیو نشون نمیدیم. خب شروع کردم ولی تو ویدیو قبلی که میتونید اینجا نگاه بکنید، من فکر کردم قراره هر کدوم ترک جدا بدم واسه 70 و دهه 80 جدا بدم، ولی خب میشه دیدم. آره نمیدونم، شاید دناجی مثلا خیلی طولانی میشه پروژه دیگه مهم بریم بزنیم همه رو ادغام کنیم، شاید تو از اول همین برنامه بوده نمیدونم، ولی اون قضیه 80 هم ما دوستتون داریم. شوخی کردم. خب بعد گوش میکنیم. دهه 90 نداره واسه اونو دوست ندارم، خودش اونو دوست ندارم. خب یعنی بیای چکی فقط قبل شد نگید به لایک سابسکرایب زنگ بزنید چی بزن که عمرش تبیید هشتگ گنگ ترین رو تو کامنت پاره کنید. نه تنها کامنت، این ویدیو در سراسر فضای مجازی که سلواتتون رو نشون بدید. نوار کاست. نوار اون یکی هم بود؟ نه. این نوار کاسته. حاجی من صدامو تو اینا زب میکردم. یادته؟ آقا من صدامو تو اینا زب کردم. دعوام با کیان توشه. بعد دیگه الان اومدم اینجا ندارمشون. ولی خب شعر میخوندی. شعر میخوندی. هر چی حفظ هر چی ای زب می‌کردیم بعدن گوش می‌کردیم. چه باحال بود. به یاد یک، به یاد دو، به یاد بوسه به لبای تو، به یاد سه، به یاد چهار، روزامو بازی بود به جای کار، به یاد پنج، به یاد شیش، به یاد اونی که کنارت نیست، به یاد هفت، به یاد هشت، به یاد وطنم تو یادش هست. اینا سه کم سناسی و مثلا یه سالگی دو سالگی چون چیز دیگه به نظر بزنم نمیرسه، فقط عدد شاید زایه باشه، فقط عدد رو بگی که بغلش حرفی قافیه بکنی. خب بگم شما مثلا میگی آره یه ده هسته، دهه ده ماه، ده هفت، ده سال دیگه، یک دو وطنم تو یادش هست. دهه شست، دهه ما، دهه جنگ بود و دهه دار، دهه تاریکی، دهه تار، ولی باز خوش بودیم بچگی ها. اولین عشق، اولین بار، اولین جدایی، اولین داغ، اولین مزه یه طعم شراب، تو راپله بودیم بود مملی بام. بلد وایسا ملودی آهنگی اصلا یه جوری که به دل میشینه، یعنی مثلا میدونی انگار وایب خوبت میده. آره همون اصلا وایب نوستالژی داره، اصلا احساس میکنم اون ملودیه. شاید یکی از دلایل این که مثلا خیلی به دل میشینه همینه. اولین جوی اول تقلید در تبلیغ گام، یا توی کوچه و یا روی پشتمون کابوس همسایه بغلی، یا یادم پیچوندم ماشین بابا ما، یادم روندمش وسط کاج، یادم اولین دستگیریم تو پاسگاه میزدن چونه به مبلغ باج. جالب این اتفاق، من خاطره بابا هم همین تعریف کرده بودی همچین سالی که ماشین باباشون رو یا یه بار فامیلش رو گرفت، فکرم یه بارم باباش گرده. خب بابا بزرگم یعنی که قشنگ بردش زدتش تو هم تو دیوار تو کجا زده بودش. خب خیلی جالبه که شخصیات این کار حتی مامان یه دهه عقب تره ولی بازم نزدیک بود. تو میخندیدی ما تو کلاس دست، اولی بف همه تو کفیم، اول فروردین همه جا تعطیل، تابستون تو کوچه دختر و پسر و پاییزم دوباره جدا همیم، میرفتم جمعه ها کومم با بابام، میرفتم خرید خونه با مامان، خونه هم دعوا و کتک به داداشم ولی تو کوچه بود همیشه باهام، به یاد خونه یه مامان بزرگ خدا رو داشتن و نبودن گرگ، به یاد دختر و یه گل فامیل که خوابیدن چند ساعت تو زندان زور. اینو حاجی من پرسیدم تو ویدیو قبلی، گفتم آقا یعنی چی این که دو خرفان که موندن چند سال تو زندان ظلم. یه نفر یادم نوشته بود که منظور اینه که آقا اون زمان خیلی سر حجاب و این حرفا، خب دخترها خیلی زور میکردن اون اوایل داستان، واسه همین خیلی بیشتر تو خونه میموندن و کار خاصی مثلا خیلی زره سختشون بود. خب 57 انقلاب شده، 3 سال بعدش درش از شروع میشه. حال نمیدونم این درست بود این صحبتی که اون رفیق اون تو کامنت گذاشته بود، ولی اگه چیزی که بزنید میرسید بنویسید. و اینکه این عکس عرفانه. آره عکس عرفانه. قبلا کرده بودم تو همین الان. به یاد یک، به یاد دو، به یاد بوسه به لبای تو، به یاد سه، به یاد چهار، روزامو بازی بود به جای کار، به یاد پنج، به یاد شیش، به یاد اونی که کنارت نیست، به یاد هفت، به یاد هشت، به یاد وطنم تو یادش هست. آقا سوال دارم. بگو. اینجا مثلا میگه عرفان در 60 دیگه. خب مثلا اگه آخر 60 هم بدونی آزش میشه 9 سالش دیگه. خب 9 سال فوقش 10 سال. خب یعنی به یاد اولین بوسه به لبای تو. خب
این منطقیه. بعدم اولا که خیلی خیلی اتفاق میفته، خب اینجوری نیستش که نرفته. دو واسه من که اتفاق نیفتاده واقعا، من شخصا یادم نمیاد خودم زیر دست کسی رو بوس کرده باشم. ولی چیزی که از چیزی که هست اینه که چی حالا نه بدش کن کس چرا بدش کن این داستان جالبی واسه تعریف کنه. دهه هفت و دهه من، دهه پودر، دهه سم، دهه قهقه از روی قم، دهه که آخرش نشد خم، به یاد نازمی که جلو صف میگفت آینده ندارم و بعد شدم اون آدمی که هر کی توی صف رو تالا گوش میده به کار من. وایس ببینم من دهه قم و اینا نبود والا، ما اصلا قم هم نداشتیم، خوشحال بودیم. حالا اتفاقاتی میفته ولی اینجا بود که مثلا اون دمی دهه غم و این حرفا هیچ وقت دهه 70 قدم غم نبود. تو خیلی خوشحال بودی افتاده بودش. نه خب تو دهه ما که اتفاق بعدی نیفتاد. خب 80 بود، دقیقاً 82 3 4 بود که این یارو موسوی کنه اگه درست یادم باشه. 88 بود موسوی. 88 بود. آره تازه اونم آخر 80 بوده که مثلا یادمه. ولی خب اون زمان ما حدوداً چند سال اون بوده، مثلا بین 10 سال تا تا 20 سال بوده دیگه مثلا. خب مثلا نمیدونم آیا اونجوری حساب میشه چون آقا با دهه 70 خب تو مثلا دوران نوجوانیش و جوونیش گیر مثلا یه اتفاق افتاده. آره شاید منظور اونه، چون تو خود دهه 70 من اتفاق بدی هم نمیاد. توی صف فوتبال گوش میده به کار من، به یاد درد، به یاد فوش، به یاد رفیقام که مواد کشت، به یاد شادی و روزای خوش، میکنم 5 تا انگشتامو مشت، به یاد افسر نسخ کش، به یاد ایست، به یاد گشت، این خانوم کیه چیه توی جیباتون هیچی پیدا نمیکنن تش، به یاد شبای بدون روز، به یاد هجرتای سینه سوز، به یاد غریبه که میشه دوست، به یاد وطنی که میشه دور. آخ وایس یعنی شاید داستان خودشه که مجبور شده به مهاجرت هم کنه. مثلا خیلی وایب عرفان قشنگ تر بود. خب مثلا هم خوبی داشت هم بدی. جیدا داره همش بدی هاشو میگه آجی. خب از اون تجربه شخصی داره میگه، چون یه سرش هجرت و اینا خب باز شخصی بود، قبلش هم باز شخصی. آره آره دیگه و اینجورشه خیلی شخصیه، چون من احساس میکنم که ولی مال عرفان از اون کنم خیلی مثلا چیز بود، مال همه همچین حسی داشتن، خیلی جمعی بودش مال عرفان. آره جمعی تر بود احتمالاً. خب شایدم نمیدونم بهش. تو سینه سوز، به یاد غریبه که میشه دوست، به یاد وطنی که میشه دور، به یاد همشو میکنم جنگ، به یاد همه ی دلای تنگ، به یاد عشقی که به اجبار زیر پا رفت، وقت رفتم بهش نزدم سنگ، به یاد زیر زمینای ته. خیلی بده آجی، این واقعا تلخه. میفهمش آجی. من که فکر می‌کنم دهه 70 هم خیلی شانس مهاجرت کردم، اونم شاید. آره دیگه ما الان همه ببین بابا تو ایران مهاجرت از اول بوده. از زمان از قدیم که بوده، ولی از انقلاب به این ور دیگه همچین گوی زدن اینا خوندا که دیگه زیاد شده. بهش با زیر پا رفت، رفتم بهش نزدم سنگ، به یاد زیر زمینای تهران که داشت گوش شنوا واس شهرام بود، 21 سالم انگار اومدم ایران بابا زندان، به یاد همه اینایی که گفتم، من واسادم رو پاها محکم، شیکوندم درا که قفلن توی دل شب ندای صبح هم. به یاد یک، به یاد دو، به یاد بوسه به لبای تو، به یاد سه، به یاد آجی این کار این کورس واقعا خیلی قشنگ. آره دیگه سیر نمیشه. نه مثلا مثبت چی چرا نمیشه یه آهنگ حتما نباید تو فاز این چیز باشی، هی اعتراضات و کشتن و آقا این همه آهنگ دارین تو اون فاز. الان یه سه پیدا میشه میاد و من میگه که نه اونایی که مثلا مردن هیچ وقت یاد نمیاد. اون اصلا بحثش جدا ساجی قرار نیستش که تا آخر عمرمون همه اونا مثلا فقط به همین قضیه فکر بکنیم. متوجه چی بهت میگم؟ شاید تو از الان حرف من خیلی کل و بی احساسه، ولی واقعیت دارم بهت میگم. اگه احساسی نباش. خب اینو بهت مخاطب گفتم. به یاد پنج، به یاد شیش، به یاد اونی که کنار نیست، به یاد هفت، به یاد هشت، به یاد وطنم، به یاد شهر. دیدی مثلا نکن به یاد چند تنه، یکیش این بود که به یاد اونی که الان کنارت نیست. خب یکیش نه همش. اینکه کنارت نیست، به یاد هفت، به یاد هشت، به یاد وطنم، به یادش هست. دهه هشت و دهه فر یا دهه ای که رفت توی دل ترس و برای انتقام شست و هفتاد گذشته همه چیش برای فرد و منی که بهار هفتاد و هفتم همیشه بودم بین سه تا نسل و بچگیم دیدم که شست چی کشید خودم هم قاطی هفتاد و هشت. هفتاد و هفت اوکی کشیدم دیدم که سر اونا چی اومد. راست میگه راست میگه جی خودم قاطی هفته. ولی اینا مثلا
یه جالب بود دیگه، بالاخره جنگ از یه جایی شروع شد، اینا ادامه شدن در 80 ها تو امسال در واقع، حتی تو کل سال، ولی خب امسال دیگه حرف قوی تر دیگه. سه تا نسل و بچگیم دیدم که شستی کشید، خودم هم قاطی 78 یادم بودم من راهنمایی، وقتی اولین بار گرفت قلبم آتیشم اون رفت زیر خاک، توی خاک غریب سال 89 فاک، چه سال بعدی چقدر جوونامون رفتن سال قبلیش، دستبند و سبز روی هوا، خونای سرخ روی زمین، یادتون همیشه زنده ترین یاد میتینگای بام تهران، جاده تندرستی انقلاب باغ پارک طالقانی هم من یادم بود، پارک طالقانی بود، پارک ملت بود، حالا گفتش بام تهران، بام تهران حاجی توچال بودی با متران اگه درست یادم باشه، خب okay. اونجا من چیزی ندیده بودم، ولی خب حاجی سخت بری واسه اون همه راه میرفتین شما بالا واسه میتینگ رفت، خیلی جای نزدیکتری بود چون آدم پاره میشد اون همه. ببین من هیچ وقت اصلا از اون ایسکای اول برم بالاتر سعی کردم ایسکای اول به ایسکای دوم برسم، نتونستم واقعا از دیدش واسهش گیواب کردم. یعنی جالبه تایم که میگذره عکسشون از بچگی بزرگ به آره دیگه یواشش داره میره جلوتر. بعد از اون طرفم میخواستم بگم که اینجا درست گفتش، مثلا گفت سال 89 اون اتفاق افتاد، خب 88 اعتراضات پیش اومد، یا نه دقیقاً چه ماهی و اینا بود، ولی خب احتمالاً اون اعدام‌ها و مثلا یه سری اتفاقات، چون بعد اینکه میگیرنت بعد که بعد مدت حالا ممکنه اعدامات بکنن هر چیزی، سال بعدیش افتاده بوده دیگه احتمال زیاد. یادم رفته واقعیتش. یاد همه شادیای پنهان، اولین بار که خلافی کردیم با همه دوستام دست جمعی، الان هر کدوم یه وری پخشیم، هیچ وقت نفهمیدم چیه تقدیر، به یاد اولین عشق و تب، به یاد خدافظیای تلخ، به یاد اون چمدونی که بستم، مامانم هفته ها میریخته شش، بابا جون یه کلام حرف نزد، فهمیدم توی سینش پر درده، میزنم سلامتی هرچی مرده، میزنم سلامتی هرچی زن، ده شست و رویا چرا غم انگیز بود این دیگه، خیلی غم انگیز شد و یاد خودم افتادم. بس مثلا خدافظیا و بعد اون بستن چمدون و اینکه بدونی دیگه هیچ وقت قرار نیست ببینی، یا حداقل هیچ وقت هم نگی مثلا برای سالهای سال قرار نیست ببینی مثلا خانواده یا فامیلتون، این حرفا راست میگه جی سخته. شست و رویاهای بر بود، ده تابو شکن، ده هفت بود برا جروزه، ده هشت بود برا روزای خوب، برا فردا، برا هرچی که گرفتن از ما، به یاد شبم که گذشتن تنها، همشون تو دلم شده شومی، میخوایم آزادی رو همین الان. خاطرات ما کتاب و شیرینه، دست من و تو و نسل بچه میبینه، دست من و تو و نشو خسته گدیه. دقت کردی اینجا یه سری برای گفتش ها؟ نه نشیدم. نه چیز آه برای آره آره راست میگی درسته، ولی احساس میکنم ورس ارفان باز همه دلنشین تر بود، بعدم ورس ایمانمون جیدال خیلی مردش سمت اعتراض و این حرفا مردن و این کانسپتش یه ذره فرق کرد با ترک اولی. آره یه ذره آره چیز شد، دوباره رفت سمت مثلا چیز اعتراضی، ولی خب من خودم فکر کنم اوریجینال ترک رو بیشتر دوست داشتم، هرچند انتظارشم تو این ترک مثلا بیاد یه ذره خاطرات دهه 70 و 80 بگه. اوه اون که کور نور عشقه، یعنی عشق نبه اون منظور که عشق چیز نیستش، تو اونجوری میگی یعنی عشق کورش کرده و اونی هم که اونم که میبینه. من فکر کردم مثلا کور نور عشقه، من فکر میکردم آره من اینجوری برداشت کردم، ولی این که تو میگی درست تره، منطقی تره. خیلی قشنگه قصه آخرش، خیلی باز بیشتر خیلی خفن. بابا عرفان نابود کرد، خیلی خوب بود. یاد یک به یاد دو به یاد بوسه به لبای تو، به یاد سه به یاد چهار، روزامون بازی بود به جای کار، به یاد پنج به یاد شیش، به یاد اونی که کنارت نیست، به یاد هفت به یاد هشت، به یاد وطنم که یادش هست. آجی خیلی پولستی آهنگ، وای پسر چخ خیلی قشنگ بود. ببین من نظرم اول شما تو برنامه ماتریکس با یزدان آهنگا رو دستبندی کردیم، من بهم گفتم اصلا آهنگ عرفان به یاد احمدشون خفن تر بود، خب چون من اونجا مثلا گفتم اونجا فکر کنم به عطسه و
ارفان بالاترین نمره رو دادم با دانست. خب واقعا دانستم خیلی دوست دارم، خب ولی فکر می‌کنم این یه جور دیگه رونت است، مثلا یه مثلا عمیق دیدم دستشو برد اون وسط قشنگ داخل قلب تو مثلا لمس کرد، میدونی چی میگم، تا اینکه فقط یه مثلا سطحی حال بده، میدونی چی میگم. آره خیلی زیاد گفتم، میدونی چی میگم. آقا نظر شما چیه؟ دوست داشتین یا نه نظرتون؟ خب حالا با توجه به اینکه از نسل مختلف هستین که ویدیو نگاه میکنین، آیا اون قسمتی که نسلتون بود به نظرتون رپرزنت شد؟ نظرتون لذت بردین از اون قسمتش یا نه؟ و اینکه مرسی از اینجا نکردین، لایک سابسکرایب زنگولیاتون نره، تا ویدیو بعدی فعلا.